هفدهمین روز دیماه برابر با هفته ژانویه، سال 1252 خورشیدی برابر با 1873 میلادی. زادروز شارپگی، ادیب و نویسنده فرانسوی که در جوانی وارد نظام شد اما پس از چندی آن را رها کرد و پس از ورود به دانشسرای عالی پاریس از پایان این دوره نیز صرف نظر نمود. پگی از آن پس به نویسندگی روی آورد و نشریه دفترهای دو هفتگی را بنیان گذارد که انتشار آن تا زمان مرگش ادامه یافت. مطالب این نشریه شامل اندیشه های مختلف و مباحث گوناگون در قلمرو افکار بود که با بینشی روشن طرح می گردید. قدرت خستگی ناپذیر پگی در الغای فکر و پرخاشگری و حساسیت فراوان و همچنین نظریه هایش در سلسله نوشته های این دفتر کاملا آشکار گردیده است. پگی برای ادراک عمق و عظمت عالم انسانی و عالم هنر هم با اشارات و هم با کنایات سمبولیسم و نمادگرایی مخالف است و هم با صراحت ناتورالیسم که در آن بیشتر به تقلید دقیق و مو به موی طبیعت پرداخته می شود. اعتقادات پگی نوعی تفکر شاعرانه بدون قید و مستقل از هر نوع قانون خشک مذهبی بود. سال 1346 خورشیدی برابر با 1967 میلادی، خودکشی جهان پهلوان غلام رضا تختی که در یکی از محلات جنوبی تهران و در خانواده متوسط به دنیا آمد. وی از کودکی به ورزش روی آورد و ورزش را فقط برای سلامتی و تندرستی بدن می‌خواست. او در این حال به نجاری مشغول بود تا اینکه در 20 سالگی در اولین مسابقات قهرمانی کشتی کشوری شرکت کرد. از آن پس شهره عام خاص گردید و در مسابقات جهانی مدال آورد. تختی سرشار از پاکی و صداقت بود و دلی بیباک و جسور داشت. او دارای قلبی رئوف و مالامال از عشق به مردم بود و در زندگی خود بیش از قهرمان شدن به انسان زیستن و از خود گذشتگی می اندیشید. تختی با وجود پیروزی در مسابقات بین المللی کشتی هیچگاه فروتنی و تواضع خود را در برابر مردم از دست نداد. وی در دوران قهرمانی خود 9 مدال طلا و نقره از بازی های المپیک به دست آورد و از جمله ورزشکاران ایرانی است که بیشترین مدال‌های طلا و نقره را از بازی‌های بین‌المللی به ارمغان آورده‌اند. سال 1391 خورشیدی برابر با 2012 میلادی، در گذشت محمد عرب از پیش کسوتان سرشناس کشتی که از هم دوره های جهان پهلوان تختی و از دوستان نزدیک او بود و در حدود 14 سال قهرمان ملی کشتی کشور در هر دو رشته آزاد و فرنگی به شمار می آمد. او صاحب مدال های بیشمار در مسابقات کشوری بود. عرب به دلیل جراحی قلب مدتی در بستر بیماری به سر برد و سرانجام در 45 سالگی درگذشت.